دفعه پیشم با آقای ماجرانی اونجا بود، عباس میلانی، دکتر میلانی، و اون همه تحقیری که این مردک میکرد میلانی رو، دوباره اینا با هم دیگه اونجا نشستند و حرف زدن. این چیه؟ من اینو نمیفهمم. بازم مثل شما که میگی اونو متوجه نمیشی، منم اینو متوجه نمیشم. خب ببینید، بی بی سی میدونه با عطالله ماجرانی کی بوده، ببینید، و خود عطالله ماجرانی هم میدونه با کی داره. شما فکرشو بکنید وقتی اون همه مزخرفات رو، اون بی‌شرمی ها رو همین ماجرانی راجع به محمد رضا شاه میکنه، و همون برنامه بی بی سی، عباس میلانی که کتاب شاه رو نوشته سکوت میکنه، یک کلمه نمیگه. معلومه تو زحمت کشیدی، کتاب بیرون دادی، برای کار خودت ارزش قائل نیستی، اجازه میدی یه آدم بی سر و پای مثل عطالله ماجرانی بیاد این مزخرفات رو بگه؟ حالا من اگه یه کاری ارائه بدم به خاطر احترام به خودم، به خاطر احترام به خودم، اصلا نه به خاطر احترام به شاه، نه به خاطر احترام به سلطنت، به خاطر احترام به خودم که بود، سکوت نمیکردم در مقابل اون همه وقاحت بی شرمی عطالله ماجرانی. معلومه عباس میلانی بعد اون موازه در مورد راجب سپاه میگیره، موازه مشمعز کننده راجب سپاه میگیره، راجب مخالفت با لیست تروریست، ولی تای اینو نیست، عباس میلانی ماویست، تایش اون نگاه ضد آمریکایی، اون نگاه ضد امپریالیست، اون نگاه چینی وجود عمل میکنه. یه دونه نقد خودشون نیست. دوستان عزیز، تا خودتو نقد نکنی، تا خودتو نقد نکنی، تا نگاهی که بهش وابسته بودی رو نقد نکنی، نمیتونی نگاه مستقلی، نمیتونی نگاه منصفانه‌ای به دنیا داشته باشی. این همه امکانات در دست. کدوم نقد از خودشون کرد؟ کدوم نقد از جریان خودشون کرد؟ میلانی نمیتونه برش داشته باشه و نداره. به چند دلیل نداره. اولیش میلانی نداره به خاطر سوابقش تو زندان زمان شاه. میلانی جزو اون کسایی بود که به سرعت بود، به سرعت اعتراف نامه رو امضا کرد، به سرعت بود. به همین دلیل خیلی با زندانیای مقاوم تو این زندان خمینی هم میونش خوب نیست. اکبر گنجینی میره میاره. به عنوان چیز آب میکنه. چه میدونم آکادمی. اعظم طالقانی رو میاره. محسن نامجو رو میاره. مسیح علی نژاد، همه اینا رو به عنوان آکادمی که بدل میده. و همه اینا بلند میده. ولی امکان نداره به من بده. امکان نداره به مهدی اسلامی بده. ببینید، نه اینکه من محتاج امثال ایشون باشم. نه. حالا مثلا فکر می‌کنید مثلا توی یه اتاقی بری مثلا توی دانشگاه آکسفورد صحبت کنی چی میشه؟ آسمان خدا به زمین میرسه. تو من بالا تو سازمان ملل کار کردم. من بالا تو سازمان ملل تو اجلاس عمومی ملل متحد سخنرانی کردم. کمیسی رو باشه. در مقابل پارلمان، در مقابل نمایندگان صحبت کردم. در مقابل هیئت‌های سیاسی صحبت کردم. در مقابل وزرای خارجه صحبت کردم. یعنی من که مونده رونده این نیست که من تو دانشگاه استانفورد توی اتاقش صحبت کنم، که تو اجلاس عمومی ملل متحد، نه اینا که میرن تو اتاقای بغل سازمان ملل میشینن اونجا تو اجلاسای جالبی بعد میان تو سازمان ملل صحبت کردن. همه اینا که دارید میبینید هیچ کدومش تو اجلاسای عمومی صحبت نمی کنن. خب من تو که صحبت کردم یه دفعه هم نه، بارها صحبت کردم. خب تو پالوان اروپا، البته اینو میگم، تو پالوان اروپا صحبت کردم، تو آیلو رفتم، با بالاترین آدما نشستم، با بالاترین هیئت ها نشستم، با بالاترین شخصیت ها نشستم، با بالاترین وزرا نشستم، با نمیدونم نخست وزیران سابق نشستم، با وزرای امور خارجه سابق نشستم، با وزرای کار نشستم، با نمیدونم آدمای گردن کلوف و اعضای سازمان های بین المللی نشستم. اصلا من مونده این نیستم که تو دانشگاه آکسفورد برم، فکر کنم برم با عباس میلانی بشینم، فکر کنم سر رفت رو قیمتم. من یه دونه عکس ندارم از این چیزا، اصلا دنبال این نبودم برم عکس بگیرم. یارو میره نه بای بای میکنه با کی عکس میگیره، یا یارو داره میره یه پشتوان میندازه واسه عکس میگیره، من یه دونه عکس ندارم. ولی اصلا مسئله هم نبوده اون موقع، توی اصلا مسئله هم نبوده، الانش هم نیست. ولی میخوام این عرض کنم خدمتتون، ببینید اون حاضر نیستن من افسر مردم بدن. چرا؟ من چراش خودشون جواب بدن. هر ننه قبل اینو بندارم میبرم به ما که میرسه. اینا آکادمیکه نیستن که، اینجا محیط آکادمیک. حالا این کار تحقیقی عباس میلانی با اون همه امکانات و با اون همه بودجه و با اون همه نمیدونم فلان و دانشگاه و دانشگاه و اون همه نفوذ و فلان، چند تا اون کار تحقیقی منم چند. و اینی که با بودجه های عظیم که در اختیارش یه سندار در اختیار مونده، خب بعد بی‌بی‌سی میدونه در مقابل عطا ماجرانی چی بدونه. بی‌بی‌سی میتونه منو ببره بذاره جزاخانه ماجرانی ببین چی بهش میگم. نه اینکه بخوام دروغی بگم، نه اینکه بخوام تهمتی بزنم، نه حقایقو مطرح میکنم، نه اینکه بخوام دست به یقه باهاش بشم، نه ولی حقایق رو بیان میکنم. اوریان صاف و پوسکنده میگم، تعارف با کسی ندارم، با هیچ کسی ندارم. اینه که بله اون صحبتی که شما میگید، برای اینکه تو خب میدونی چرا؟ برای اینکه هر دو شرمنده هم، برای اینکه عباس میلانی هم
تو پایه فرقی با عباس با عطاله ماجرایی نداشت، جفتشون محکوم میکردن، جفتشون مخالف در واقع لیست گذاری هستن. من موندم چه جوری دو نفری که پایه نظرشون یکی رو آوردن توی مناظره. اصولا باید شما دو تا طیف مختلف رو ببرید، اصولا باید دو تا نظرگاه مختلف رو ببرید جلو هم بذارید، نه اینکه جفتشون یکی باشن یا توی طیف باشن. حالا یکی نیستن، عباس میلانی با عطاله ماجرایی یکی نیستن، من اینا رو یکی نمیدونم، من حرمت ها رو حفظ میکنم، زمین تا آسمون با هم فرق میکنن، اما یه طیف اینجا یکی سر طیفه یکی تای طیفه، این که نباید شما بیارید بذارید در کنار هم. ما ابتدایی ترین اصول کارشون رو نیستی نمیخونه، بعد یکی بیارید ضد اون نگاه باشه، رعایت نمی کنم، ما میدونم کی میارم، چون قبل از هر چیز براشون چی مهمه؟ به اصطلاح حرمت ماجرانی. برای همین ماجرانی رو عنوان معاون وزیر نمیارن که، عنوان معاون رئیس جمهور نمیارن که، عنوان وزیر نمیارن که، نویسنده و پژوهشگر. یعنی این آدم و این آدمی که دست تو خون و جنایت و اینا داره رو قالبش رو من میگم همون چی میگم، یا ایشون نویسنده و پژوهشگر نیستن، ایشون تو بالاتری سطح حضور داشتن، حتی تو سازمان فرهنگ و ثقافت اسلامی شرکت داشتن که دست در تروریسم بین المللی داره، دست در تشنج آفرینی در منطقه داره، بس به صراحت عنوان میکنن ایشون حتی در اقدامات ضد اسرائیلی در منطقه دست بالا میشه، اقدامات ضد اسرائیلی که منجر به تنش و درگیری میشه و قبل از هر چیز دودش به چشم فلسطینی ها میده و رفته. من نمونه هاشو میگفتم، آقا ایشون از کسایی که در واقع حمایت میکنه از این تشنج آفرینی های در منطقه، معلومه اونجوری من اجازه نمیدم که طرف بیاد نماز نمیدونم مقابله با داعش و سپاه نمیدونم ایران رو ایمن کرده و از این داستان میگم نقشه در جنگ تعمیر مردم در جنگم توزیع و توصیف میکنم که چجوری سپاه سر بزنه به منافع ملی، چجوری این همه کشته و معلول رو دست مردم ایران کشته، چجوری سرمایه های ملی رو نابود کرده، چجوری 6 سال جنگو بیشتر ادامه داده. خب اینا همه توضیح میدم، اینا میذارن اینو همینجوری شو گپ بزنن، بعد طرف کنه شاه بشه و طرف کنه نظام بعد بشه، معلومه. در حقیقت شاید بشه خود ترامپ رو تو این ماجرا وسط کشید، شاید هم موازه اینها برای رفتار ترامپ، نه اینکه خود آمریکا. البته در این شرایط نمیدونم چطوریه، اما چی میبینی صحنه رو؟ نه اینا به خاطر ترامپ و شخصیت ترامپ و کاراکتر ترامپ نیست. خب خودتون میدونید من از اون تمایلی از مخالفین ترامپ بودم، هنوزم هستم و هنوزم اینو میگم، هر جا میگم. خب ببینید برای این حضرات مگه موازهشون علیه چیز خیلی فرق میکرد، علیه اوباما خیلی فرق میکرد. اوباما که استاد دانشگاه بود، قانون اساسی درس میداد، یکی بهترین سخنرانا بود، یکی که شخصیتش هم کاملا مشخص بود، مخالف جنگ عراق بود، خوشا مخالف لشکریشی در افغانستان بود. خب ببینم ولی با ترامپ متفاوت نبود، نه دوستان ببینید اینا یه بیماریه. مثلا شما برید تو چپ ایران به اسم ترامپ چی، شما برید در زمان اوباما برید نگاه کنید، مثلا میخوام آقای مرتضی محیط برید در زمان اوباما ببینید ایشو چی بود، برید ببینید آیا بیشترین حمایت احمدی نژاد، من تسلیم شدم از احمدی نژاد، همین مرتضی محیط نمی‌کرد چرا من تسلیم شدم؟ کسایی که نمیدونن، کسایی که نمیدونن مشکلی خیلی جای دیگه است. ایش مثلا آقای مرتضی محیط میرن میشینن گوش میکنن اما توجهی نمیکنن، مثلا ایشون آره موازه چپ سنتی علیه امریکا داره، اما ایشون انگیزه های فردی هم در واقع دشمنی با امریکا داره.